دل من شکوا نکو، دل من شکوا نکو، از کس و ناکس دل من، دل من تو را دش کو، عاشقی بس دل من، دل من شکوا نکو، دل من شکوا نکو، از کس و ناکس دل من، دل من تو را دش کو، عاشقی بس دل من، دل من دنیا را شنو شان خالی و ریایی، راه شان آقو بجدایی، عشق شان خالی و ریایی، راه شان آقو بجدایی، دل من دنیا را شناختی، دل من مرد و نامرد را شناختی، دل من عشق و آدم ها را شناختی، دل من دل من دنیا را شناختی، دل من مرد نامرد را شناختی، دل من عشق و آدم ها را شناختی، دل من ناصفات و نامهربان، عشق شان خالی و ریایی، راه شان عقب جدایی، عشق شان خالی و ریایی، راه شان عقب جدایی، دل من دنیا را شناختی، دل من مرد و نامرد را شناختی، دل من عشق و آدم ها را شناختی، دل من دنیا را شناختی، دل من مرد و نامرد را شناختی، دل من عشق و آدم ها را شناختی، دل من بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز شبکه جامع جم سیمای جمهوری اسلامی ایران،
همراه با همکارانم و میهمان عزیز این برنامه خدمت شما سلام عرض میکنیم و وقت بخیر میگیم. برنامه دیگر از مجموعه برنامه های افغانستان در آتش رو در خدمتتون پی خواهیم گرفت. همونطور که مطلع هستید، حملات به مناطق مختلف افغانستان طی 24 ساعت گذشته کماکان ادامه داشت و این بار در استان بادغیس و شهر قلعه‌نو که یکی از شهرهای دسته سوم افغانستان میتوانیم از اون نام ببریم، در شمال غرب افغانستان، این شهر هم امروز مورد اصابت قرار گرفت، یعنی طی 24 ساعت گذشته. بنابر آخرین گزارش هایی که رسیده، در این شهر دست کم 12 نفر از غیر نظامیان در این بمباران ها کشته شدند. منابع مختلف از مزار شریف هم خبر میدند که در بمبارانی که انجام شده در علیه این شهر، قسمتی از بازار شهر مورد اصابت قرار گرفته و دست کم 15 نفر هم در این شهر کشته شدند. منابع طالبان و سخنگوی طالبان تعداد کشته های غیر نظامی حملات اخیر رو امروز نزدیک به 700 نفر، یعنی از ابتدای عملیات ها تا امروز رو 700 نفر اعلام کردند. خدمتتون عرض میکنم که در 24 ساعت گذشته قندهار، کابل، هرات، قلعه‌نو، مزار شریف مناطقی بودند که مورد اصابت قرار گرفتند. پاول، جنرال پاول به عنوان وزیر خارجه آمریکا امروز در پاکستان بود. قصد آتی سفرش هم هند خواهد بود. در قالب تحرکات سیاسی حمایت کننده حرکات نظامی آمریکا و انگلیس در منطقه، این سفر از نظر ما مهم ارزیابی میشه که در بخشی از صحبت هامون با کارشناس محترم این مسئله را هم پیگیری خواهیم کرد. در جلسه‌ای که امروز با حضور فرماندهان ارتش پاکستان برگزار شد، پاول هم حضور داشت. خب با ما همراه باشید تا دقایق دیگر ضمن معرفی میهمان عزیز برنامه رو پی میگیریم. ضمن تشکر از شما بینندگان عزیز که با ما تماس دارید و پیام‌هایی برای ما میفرستید و تشکر از برادرمون اکبر از آلمان که دیشب هم نقطه نظراتشون رو برای ما ارسال کردند و از حضور میهمان عزیزی که شب گذشته داشتیم و خدمتشون در ارتباط با استراتژی‌های موجود صحبت کردیم در ارتباط با وقایع اخیر، خدمتتون عرض می‌کنم که امشب نیز میهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر عباسی، مدرس و کارشناس مسائل سیاسی و استراتژی هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید. سلام علیکم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم و عید سعید مبعث رو تبریک عرض می‌کنم. خیلی ممنون هستم آقای دکتر. اگر که موافق باشید، ابتدا برای اینکه دو بحث مشترک طی این دو شب داره پیگیری میشه، ما از شما تقاضا بکنیم خلاصه مجمل از مطالبی که جلسه گذشته داشتیم، به خصوص به دلیل اینکه مطالبی که عنوان شد از طریق حضرت عالی مثل کلاس درسی میموند، بعد اگر محبت بکنید که خلاصه ای از موقع جلسه گذشته رو خدمت بینندگان عزیز ارائه بکنید، میپردازیم به موقع سوال هایی که امشب خدمتون تر خواهم کرد. به طور خلاصه دیشب آنچه که بیان شد این بود که مشخصا در 100 سال گذشته 4 مکتب هیدروپولیتیک، سیاست دریایی، بله، و به همین نسبت آیرو اسپیس پولیتیک، سیاست هوا فضایی، سیاست جغرافیایی یا ژئوپلیتیک، بله، و همچنین اخیراً هم که به اصطلاح فرهنگ جغرافیایی و مبنای تقسیم بندی منازعات بشری در سطح کره زمین مبتنی بر تقسیم بندی های تمدنی، این 4 مکتب در 100 سال گذشته پیگیری شده از سوی غرب و ما الان در مرحله 4 مکتب هستیم، یعنی مکتبی که بنیانگذارش ساموئل هانتینگتون بود که هدف مکتب سوم رو دنبال می‌کرد، یعنی دسترسی و نیل به هارتلند یا قلب سرزمین حیاتی زمین. به طور مشخص اشاره شد که این فرایند به چه شکل به اصطلاح به اینجا رسیده و بعد از فروپاشی شوروی زمینه برای
اینکه غرب بیاد و در قلب کره، قلب به اصطلاح حیاتی سرزمین جهانی که شامل همین کشورهایی است که امروز آسیای میانه مینامیم، یعنی شمال افغانستان، شمال خراسان ایران، کشور قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و به همین نسبت تاجیکستان و قرقیزستان، مجموعه چند تا کشور رو که امروز آسیای میانه مینامیم، اینها هارتلند هستند، هارتلند سرزمین جهانی. و به طور مشخص نیت غرب در 100 سال گذشته دسترسی به اینجا بوده که تمام تلاش‌های صورت گرفته رو در این راستا ارزیابی کردیم که به اصطلاح تمام مقدماتی بوده برای این قضیه، یعنی امروز فعل بداهه اتفاق نیفتاده که مبتنی بر یک مقوله به نام به اصطلاح پیگیری عملیات ضد تروریستی اینها پاشون کشیده شده باشه به این منطقه. بله. و تلاش داشته باشن که به اصطلاح با سرکوبی طالبان و یا دستگیری بن لادن بخوان جایگزین کنن مسئله رو. نیت بر این هست، هدف قایی آمریکا رو به این شکل ارزیابی کردیم که نیتشون بر این هست که بیان در منطقه آسیای میانه مستقر بشن و دلایل مشخصی هم دارن که حالا اضافه بر آنچه که من دیشب عرض کردم یک اشاره میکنم به یک منبعی که شاید در دسترس عزیزان بیننده باشه، اون هم بحث کتاب جنگ چهارم جهانی کنت دومارانش، رئیس سرویس‌های امنیتی فرانسه هست که 10 سال قبل این اثر رو نوشت و در فصل اولش اشاره کرد به ملاقات‌های اولیه‌اش با به اصطلاح رونالد ریگان در ابتدای شروع دوران ریاست جمهوری ریگان که اتفاقا اونجا وقایع رو از افغانستان ارزیابی می‌کنن. بله. در همون فصل اول فرایندی که تمدن غرب باید بیاد در افغانستان و در آسیای میانه مستقر بشه رو به ارزیابی کلی میکنن. اونجا دکترین مسکیتو رو مطرح میکنه، دکترین پشه مالاریا رو که به یک نسبت بین یک پشه مالاریا و یک خرس که شوروی رو به خرس تشبیه میکنه و اینکه از طریق همین مواد مخدر، از طریق مبارزین افغانی در اونجا و از طریق سایر مؤلفه ها ارزیابی میکنه که ما باید یک پشه مالاریایی رو تدارک ببینیم و به اصطلاح به جنگ این خرس بندازیم که زمینه تکوین آنچه که امروز طالبان رو می‌بینیم و ایشون اتفاقا خودش از طرف ریگان مأمور میشه که برابر هماهنگی‌هایی که ویلیام کیسی رئیس سازمان CIA اون موقع انجام میده در پاکستان میاد و خودش میگه من با شما اشاره فرمودید به جلسه فردای کالین پاول وزیر امور خارجه پاکستان با سران ارتش پاکستان، در وزیر خارجه آمریکا با سران ارتش پاکستان. میخوام اشاره کنم که 10 سال قبل هم همین وضعیت رخ داد و این دفعه از طرف در یک وضعیت درون تمدنی غرب آقای کنت دومارانش از به عنوان رئیس سازمان امنیت فرانسه از طرف رونالد ریگان با هماهنگی ویلیام کیسی رئیس سازمان CIA آمد و یک همچنین جلسه ای رو با اینها گرفت و گفت شما این چیزیه که در همون فصل اول این کتاب اشاره میکنه، میگه ما به اینها گفتیم که فقط ما پول رو میدیم، امکانات رو میدیم و شما فقط در بعضی از موارد چشماتون رو ببندید که ما داریم چه کار میکنیم توی افغانستان و پاکستان. زمینه تکوین و تولد طالبان و بن لادن رو به وجود آوردن. خب یک زمینه هایی بود در کمکی که به مجاهدین میشد تا شوروی از اینجا بیرون رانده شد و امروز از آنچه که کشت کردن دارن بهره برداری میکنن. به طور مجمل و خلاصه بگم اگر توجیه بر این هست که عملیات ضد تروریستی با این هدف صورت بگیره که کشورهای حامی تروریسم رو باید اینجا محاکمه کرد و بمباران کرد، طالبان رو خود آمریکا به وجود آورد. باید ببینیم این 4 کشوری که به رسمیت شناختن طالبان رو، یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی که با پول این دوتا کشور عمدتاً طالبان به وجود آمد و روی پامان و حمایت‌های جدی کشور پاکستان و به رسمیت شناختن اینها توسط آمریکا، اولین کشورهایی که باید پاسخگو باشن خود پاکستان هست، خود آمریکاست، عربستان و اماراته. ما هر چند موضع به اصطلاح عذرخواهانه مسئولین عربستان سعودی رو در چند مدت گذشته داریم نسبت به قضیه طالبان که بالاخره اعلام براءت کردن از این پدیده، اما همچنان امارات عربی متحده سکوت کرده و موضع خودش رو مشخص نکرده و حمایت‌های خودش رو به اصطلاح و تلویحاً این چنین کشورهایی که حامی بودن، خود پاکستان که امروز مدعی قضیه است خودش از حامیان اصلی این قضیه بوده و همچنین ایالات متحده. به طور خلاصه بیان کردیم که در توجیهات مختلفی که برای حضور آمریکا در منطقه آسیای میانه هست، هدف غایی ذات ژئوپلیتیک، ژئوسیویلیزیشن و ژئوکالچورال مسئله است و موضع ژئواستراتژیکه. به ارزان‌ترین شکل ممکن، یعنی از این لشکرکشی سبکتری نمیشد صورت بگیری که اینها بیان و جایی رو که آرزوی سیاستمداران، آرزوی به اصطلاح رهبران و آرزوی استراتژیست‌های غربی بود رو محقق کنن. و اتفاقا اگر ما تشتتی هم در
بدنه غربی ها میبینیم در اعتراض به این قضیه، ولی بدانیم که تمدن غرب به شکل یک پارچه برای استمرار و ادامه حیات و بقای خودش به این حضور در این منطقه به صورت جدی برای آینده در استمرار قرن 21 نیاز داره، و بدانیم که هر کجا رو غرب اراده کرد در 200 سال گذشته رفت مستقر شد. همین الان آمریکا از اوکیناوای ژاپن گرفته تا کره جنوبی تا به اصطلاح بعضی از مناطق در ویتنام و بعضی از کشورهای دیگه مستقر هست، تا خلیج فارس تا کانال پاناما، یعنی تمام دنیا پراکندگی دارن. یک نقطه از دسترس سربازان غربی دور بود که این هم آسیای میانه یا همون هارتلند بود که در واقع برای اولین بار استقرار اینها در این منطقه در طول تاریخ داره محقق میشه، و این لحظه بسیار بسیار حیاتی و حساسی بین به اصطلاح تمدن‌های مختلف هست. اشاره کلی هم داشتیم به این که برابر دیدگاه هانتینگتون باید بین این سه تا تمدن زنده پویا که علیه غرب میتونن ائتلاف کنن به تعبیر ایشون، تمدن چین کنفوسیوسی، تمدن به اصطلاح ایرانی، تمدن اسلامی ایران و تمدن ارتدوکسی روسیه، باید انشقاق تمدنی ایجاد کنن و بیان مستقر بشن. از این زاویه ایشون گسل‌های تمدنی رو مطرح میکنه، و من در این آرایش نیرویی که داره داده میشه، در این نظم نوینی که مد نظر پدر همین جورج بوش بود وقتی که شوروی فروپاشید نظم نوین جهانی رو مطرح کردن، ایشون آمده که اون حرکت رو ادامه بده. عنایت داشته باشید تمام این گسل‌های تمدنی رو اینها دارن نیرو می‌چینن، یعنی آرایش حضور پایگاه‌های آمریکا، آرایش حضور نظامی و اقتصادی و سیاسی غرب منوط به این خواهد بود که این گسل‌هایی که ترسیم شده در لبه‌های تمدنی، در این گسل‌ها اینها نیرو داشته باشن، پایگاه بزنن، مستقر بشن و حرکت به اصطلاح انشقاق تمدنی بین این سه تمدن پویا رو دنبال کنن. آقای دکتر، من الان بحثی که می‌خوایم خدمتتون آغاز بکنیم، مقوله کوتاهی در ارتباط با خصوصیات استراتژیک سیاست‌های روسیه هست و در ادامه به هم رسیدن این دو مبنای استراتژیک. قبل از اون می‌خواستم خیلی کوتاه خصوصیت این هارتلند رو در چارچوب استراتژی غرب چه خصوصیتی داره که این تعریف میشه براش و پایداری داره در ارتباط با، خب باید توجیه بکنه اون استراتژیست و پالیسی میکری که این رو طراحی میکنه، و اون رو چه شکلی ما همین الان برای بینندگان عزیزمونم خصوصیاتش رو بگیم. من می‌خواستم کوتاه باشه بعد بریم تو بحث. اشاره بسیار زیبایی داشتید به این قضیه که واقعا این هارتلند چی داره که اینقدر آرزوی غرب بوده که بیاد اینجا مستقر بشه. عنایت داشته باشید مواد معدنی استمرار حیات تمدن‌های مواد به اصطلاح تمدن‌ها یک بُعد مادی دارن، استمرار حیاتشون بستگی به تأمین شدن اون منابع مادی داره. کلیدی ترین مؤلفه در هارتلند اینه که کسی که در این منطقه حضور داشته باشه منابع بسیار بسیار عظیمی هست که هنوز در پیرامون این منطقه دست نخورده، به طور مشخص در محدوده تنه آسیایی و به اصطلاح ماوراء اورال در خاک روسیه منابع بسیار زیادی است که هنوز دست نخورده، منابع زیرزمینی و روزمینی در خود منطقه آسیای میانه، به همین نسبت در کشورهای پیرامونیش از جمله ایران، در افغانستان، در هند و در به اصطلاح بخش سینکیانگ چین و در محدودای از مغولستان. لذا منابع سایر بخش‌های کره زمین رو اینها همه جا کشف کردن، ارزیابی کردن و استخراج کردن. اینجا منطقه بکری است. این یک. دوم اینکه تقسیم بندی‌های قومی اینجا بسیار تاثیرگذار هست بر سایر مناطق. سومین مشخصه و غیر از اون بحث نفت و گازی که تو این منطقه است، عامل مهمی که ما باید در نظر داشته باشیم تراکم جمعیت گسترده چین و سپس هند در ضلع جنوب به اصطلاح شرقی هارتلند هست. هند به سرعت داره جمعیتش میره که تقریبا با چین برابری کنه، و چون کنترلی هم در هند وجود نداره، ما در آینده هند رو، هندوستان رو به عنوان به اصطلاح از نظر جمعیت تراز اول خواهیم داشت. این مشکلاتی برای در آینده برای خود قاره آسیا در بر خواهد داشت، ولی بدانیم که این جمعیت زیاد بازار داره. این بازار خیلی مهمه کسی بتواند در شمال و جنوب چنین کشورهای مستقر باشه و اداره کنه ورود و خروج کالا و منابع رو به این بازارها. کثرت به اصطلاح مؤلفه سرمایه را از اینکه مثلا این عدد میلیارد دلار میشود، یعنی یک بازاری پتانسیل داره در هر دهه های متوالی تامین منابع کنه، این خیلی مهمه. و اتفاقا چنانچه در آسیای میانه اینها مستقر بشن، هم میتوانن بازار گسترده روسیه رو تحت تاثیر قرار بدن، هم بازار گسترده کشورهای خود آسیای میانه و هم بازار گسترده هند و پاکستان و بنگلادش رو صرف نظر از چین، که چین رو باید جداگانه ارزیابی کرد. بسیار مشخصه عمده داره. مورد بعدی اینه که
چنانچه کسی بر این منطقه اشراف داشته باشه، تمام منازعات حاشیه‌ای، منازعات ریملند رو میتونه تحت کنترل خودش در بیاره. لذا همچنان اون شکل سنتی از جنگ که میگفتن باید به اصطلاح برویم تا قلب پایتخت دشمن برسیم که پیروز بشیم، دیگه تو 15 سال گذشته گفته میشد این عملی نیست. بله. چنانچه دیدیم یک پیروزی سنتی مثل کاری که صدام در کویت انجام داد و با لشکرکشی نظامی رفت اونجا رو تصرف کرد، اتفاقا با یک چنین واکنشی مواجه شد و دفع شد. ولی با وجود چنین روی کردی، همچنان تسلط بر این قلب سرزمین حیاتی کره زمین برای تمام قدرت‌ها مؤلفه و مشخصه اساسی محسوب میشه. مقوله روسیه را آغاز بکنید. بله، روسیه به طور مشخص تا این مرحله ما از دو قطب عمده این سه تا تمدنی که سه تا نماینده تمدن، چون روسیه وقتی میگیم خودش به تنهایی نیست، ما بلاروس و همچنین اوکراین رو هم اقمار تمدن ارتدوکسی روسیه میدونیم. خب ما از روسیه تا این لحظه انفعال دیدیم، از چین هم به عنوان نماینده تمدن به اصطلاح کنفوسیوسی که میشود ما ویتنام، کامبوج، برمه و حتی کره و سایر به اصطلاح بخش ها هم بخشی از این تمدن کنفوسیوسی نامید، نماینده اینها که در واقع بزرگ اینها هست، این رو هم در یک انفعال میبینیم. لذا این انفعال قابل ارزیابی است، چه بسا اینها موندن که ورقهای دیگه از سوی غرب رو بشه و اینها حرکتش رو عمل کنن، ولی تا این لحظه ما موضع انفعال داشتیم. روسیه به طور مشخص استراتژی کلان سیاسیش و استراتژی کلان سرزمینیش در بعد نظامی استراتژی پذیرش رخنه است، به این معنا که همواره اجازه دادن رخنه صورت بگیره، بعد این رخنه رو در هم کوبیدن. رخنه ناپلئون رو فراموش نمی‌کنیم در طول تاریخ که اجازه دادن ناپلئون آمد به سمت شرق و به اصطلاح زمینگیرش کردن. رخنه عظیم هیتلر به سمت شرق رو ما فراموش نمی‌کنیم که اجازه دادن این رخنه پذیرفته شد و سرکوبش کردن. در عرصه‌های سیاسی هم باز به همین نسبت، این در فرایندی که در این به اصطلاح همزیستی مسالمت آمیز داشتن با غربی‌ها در طول دوران جنگ سرد، بسیار موارد ما می‌بینیم که اینها رخنه سیاسی پذیرفتن و از پذیرشون رخنه سیاسی در عرصه روابط بین‌الملل و دیپلماتیک اون مورد رو زمینگیر کردن. اما در این مرحله یک اتفاق داره میفته، این خطوط گسل تمدنی رو اینها نیرو داشتن داخلش، یعنی در هر کدوم از این کشورهای آسیای میانه و قفقاز اینها نیروهای متعددی دارن، یک پیوستاری داره ساختار امنیتی این کشورها و ساختار اقتصادیشون با تنه مادر و همون روسیه. به مرور این به اصطلاح وضعیت داره پیش میاد که اینها رو از اینجا آمریکا بیرون کنه. حتی دیشب من شنیدم از مشاور امنیت ملی جورج دبلیو بوش که گفته بود حضور نظامی ما در آسیای میانه، حالا قریبه به مضمون جمله ایشون است، حضور نظامی ما در منطقه آسیای میانه به معنی تضعیف حضور روسیه در این منطقه نخواهد بود. این یک بلوف سیاسی و امنیتی هست در عرصه روابط بین الملل. طبیعتاً آمدن اینها آرام آرام دوتا معارض رو نمیپذیره در یک منطقه. لذا باید نیروهای روسی آرام آرام از اینجا خارج بشن. این رو ما انفعال میدونیم در این وضعیت. مورد بعدی اینه که به دلیل اشرافی که روسیه بر این کشورها داشته و مکانیزم فرهنگ این کشورها، چه بسا داره کار تأخیری میکنه با غرب، اجازه میده که خود غرب بیاد اینجا و ضربه شستی از مردم این منطقه بگیره و در عرصه منازعات کم شدت در یک گرداب اسیر بشه و با شکل فضاحتباری از منطقه خارج بشه، که تهمت این مسئله به روسیه نچسبه که تو اجازه ندادی ما بیایم پای کار و هزینه براش داشته باشه. بالاخره روسیه الان به کمک‌های اقتصادی غرب کاملا محتاجه. لذا این رو ما تا این لحظه به این گونه ارزیابی میکنیم که اجازه داده و رخنه رو پذیرفته تا اینها بیان داخل این کشورهای آسیای میانه، باشون مماشات کنه و چه بسا اینها ضربه شست خوبی از این مردم منطقه ببینن و با فضاحت از این منطقه خارج بشن. تا این لحظه استراتژی روس‌ها مبتنی بر این قاعده است. اما به طور مشخص در واقع روس‌ها باید بدانند که حضور غرب در این منطقه قطعاً در دراز مدت تبعات بسیار بسیار کلان ژئواستراتژیک برای اینها خواهد داشت و تنه ماوراء اورال روسیه رو که، چون می‌دونید روسیه بیشتر بخش عمدش بخش اروپاییش هست که مدرن و پیشرفته است، در واقع بخش ماوراء اورال که از ارتفاعات اورال به سمت شرق رو در بر می‌گیره که شاید 4/5
کل خاک روسیه هست، این در واقع خیلی روسیه برش نظارت و اشرافی نداره. اگر آمریکا اینجا آمد حضور پیدا کرد، روسیه باید زمینه تجزیه طلبی در دراز مدت و در این مناطق رو که از گذشته های قبل از به وجود آمدن شوروی، یعنی ما قبل از انقلاب اکتبر، این حرکت های جدای طلبی در بعضی از بخش های شمال منچوری، بله، شمال مغولستان و این قسمت ها رو اینجا داشتیم، اون همگرایی که در اثر پیدا بعد از انقلاب اکتبر روسیه به وجود آمد و تمام اینها یک پارچه شدن، این فرو خفته و این امکان وجود داره که، یعنی این هشدار رو باید به روس‌ها داد که اگر آمریکایی‌ها در اینجا مستقر شدن، باید در میان مدت منتظر به اصطلاح حرکت‌های جدایی طلبانه در تنه اصلی منطقه ماورای اورال هم باشند. ماورای اورال روسیه. ماورای اورال روسیه. یعنی از ارتفاعات اورال به سمت شرق تمام منطقه ایرکوتسک تا ساحل سواحل اقیانوس آرام که همین به اصطلاح جزایر ساخالین و محدوده‌هایی هست که در واقع در شمال کشور ژاپن میرسه و استمرار و دنبالش هم به آلاسکا میرسه. آقای دکتر، در قالب همین مسائل حوزه استراتژیک سرزمینی روسیه، اتفاقاتی که میفته، ما خبرهایی داشتیم که احتمالاً بعضی از پروازهایی که به منطقه و به روی افغانستان انجام شده، احتمالاً از خاک شوروی یا از حوزه سرزمینیش عبور کرده. این خبر صحت داره؟ من ارزیابی متفاوتی از این قضیه ارائه میکنم. ببینید، سقف پرواز طبیعی 50,000 پا هست، بله، که هر کشوری میتونه مدعی جدی این قضیه باشه. مشخصا هواپیمای تاکتیکی F-18 هورنت، F-16، F-111 اینها از داخل خاک پاکستان بلند میشن و در فواصل کوتاه میتونن برن بمبارون کنن. من دیشب هم اشاره کردم ترکیب تسلیحاتی این منازعه بسیار ناهمگونه. اما ما سه هواپیمای انحصاری داریم، یکی هواپیمای B-52 که از بمب افکن های به اصطلاح قدیمی و سنتی هست که از دیگو گارسیا ادعا میشه که داره بلند میشه، مورد که خب برد استراتژیکی داره، یعنی حدود 4500 کیلومتر ما از دیگو گارسیا تا سواحل پاکستان فاصله داریم، حدود 800 کیلومتر هم ادامه مسیر، حدود 5400 کیلومتر رو باید بیان بمبارون کنن و برگردن به دیگو گارسیا. میمونه دو هواپیمای بمب افکن برد بلند استراتژیک جدید اینها، یکیش B-1 هست و دومی هواپیمای B-2 که B-2 استیلز هست، همین هواپیمایی که شکل بسیار جدیدی داره و شاید بینندگان عزیز در گیرنده هاشون دیده باشن که آمریکایی‌ها فیلم برداری کردن از بمبارون اینها، شکل بسیار یعنی متفاوت از هواپیمای دیگه. این هواپیما در واقع بمب افکن نامرئی است، این رو با اون F-117 که بمب افکن نامرئی تاکتیکی است اشتباه نگیرن بینندگان عزیز. B-1 ها بعضن برآورد ما اینه که از اینجرلیگ بلند میشه، اینجرلیگ ترکیه، لذا چون سقف پرواز اینها بالای 65,000 پا هست، بله، این احتمال وجود داره که از فراز خاک کشورهای قفقاز و از روی خزر و از روی آسیای میانه عبور کنه. در چنین سقف پروازی به طور عمومی ما به اصطلاح توسط رادارهای سیستم هواپیمایی کشوری کشورهای این مناطق نمیتونیم اینها رو ردیابی و ردگیری کنیم. طبیعتاً B-1 ها چون بمب افکن های استراتژیک هستن که برای حمل موشک های کروز اتمی ساخته شدن، به سادگی در ارتفاع خیلی زیاد پرواز میکنن. B-2 هم به همین نسبت، لذا بعید میدونم که از خاک روسیه پرواز کنن، ولی این احتمال وجود داره که از خاک ترکیه بیان وارد آسمان آذربایجان و ارمنستان بشن، از خزر عبور کنن و از روی ترکمنستان سرازیر بشن پایین و افغانستان رو مورد تاخت و تاز قرار بدن. ولی مشخصا B-52 ها از دیگو گارسیا ادعا میشه که بلند میشن. خب بینندگان عزیز، برنامه امشب از سری برنامه های افغانستان در آتش رو ملاحظه میکنید. بحث شب گذشتمون رو پی گرفتیم و ضمن اینکه خدمتتون عرض میکنم که تا لحظاتی دیگر سعی داریم که با خبرنگار واحد مرکزی خبر در افغانستان هم ارتباط تصویری داشته باشیم، از شما تقاضا میکنم که برنامه ما رو پی بگیرید.
شب شما بخیر و وقت شما بخیر بینندگان عزیز. ادامه صحبت رو در بخش استراتژی چین در منازعات اخیر پی میگیریم و امیدوار هستیم که در ادامه صحبت به مسئله پیشنهادات ما یا پیشنهادات استراتژیک برای پیگیری مباحثمون هم برسیم. جناب آقای دکتر بفرمایید در ارتباط با مباحث چین. بله. موضع سوم به اصطلاح اون سه تا تمدنی که هانتینگتون نظر داده بود انشقاق تمدنی صورت بگیره و آمریکایی‌ها برای مهار این تمدن هم وارد عرصه شدن، بخش چین هست. مشخصا حضور آمریکایی‌ها و غربی‌ها در آسیای میانه به طور مشخص کشور قزاقستان در واقع بخش عمده مرزهای شمال غربی چین رو که استان سینکیانگ و مناطق مسلمان نشین چین رو هم در بر داره رو از تنه اصلی روسیه جدا میکنه. در واقع مرزهای قزاقستان میره تا جایی که در خاک چین مرزهای مغولستان آغاز میشه. تافلر در یکی از کتاب‌های خودش اشاره میکنه قبل از اینکه فلسطین انتخاب بشه برای اینکه یهودی ها رو بیارن اینجا مستقر کنن، یکی از گزاره ها برای استقرار یهودی ها و ایجاد یک کشور یهودی منطقه منچوری بوده که باز در شمال چین هست. لذا به نوعی این فرایند ها رو ما در نظر بگیریم، استقرار غرب در آسیای میانه کاملا چین رو محاصره میکنه. چین رو بشناسیم، چین کشوری است با 1,200,000,000 نفر جمعیت حدوداً و در طول 10 سال گذشته رشد اقتصادیش به صورت، حالا نه به شکل تصاعدی ولی با یک آهنگ مشخصی کاملاً رو به رشد بوده، در شرایطی که در طول همین 10 سال چند بار ژاپن دچار نوسان اقتصادی شده، کره دچار نوسان اقتصادی شده، ببرهای آسیا یعنی سنگاپور، تایوان، به اصطلاح هنگ کنگ، کره جنوبی و دیگران در شوکای اقتصادی که ایجاد شد بسیار زیان دیدن، اما آن کس که از شرایط موجود استفاده بهینه کرد کشور چین بود. چین به عنوان یک قدرت بزرگ که آرام آرام داره میاد که عرصه اقتصادی رو در سطح دنیا حرف جدی در اونجا بزنه، میاد که به خاطر داشتن منابع بسیار زیاد انسانی و منابع بسیار بالای زیرزمینی و کانی میاد که در خیلی از زمینه‌ها حرف جدی برای گفتن داشته باشه، در عرصه منازعات بین الملل هم در به عنوان به اصطلاح بازیگر جهانی و کسی که در شورای امنیت حق وتو داره باز میاد که بازیگر جدی باشه. این یک محل به اصطلاح تلاقی هیدروپولیتیک داره، اون هم بحث تایوان هست. با پیوستن هنگ کنگ، یعنی جدا شدنش برابر قراردادی که بود 1997 از انگلیس و پیوستن هنگ کنگ به کشور چین، ما اون بخش رو بخش کاملا لیبرالی و از نظر اقتصادی بخش کپیتالی کشور چین داریم. طرح فروپاشی که غرب برای شوروی در نظر گرفت فروپاشی از درون بود که گورباچوف و یلسین این رو اجرا کردن، اما برای این طرح فروپاشی برای کشور چین از سوی غرب مدل گورباچوف نبود، مدل دنگ شیاوپینگ بود، یعنی حفظ پوسته این کشور، حفظ پوسته اون نظام کمونیستی و استحاله و توهی کردن از درون، که خب یکی از زمینه‌های جدی این همون خود هنگ کنگ بود و سایر موارد. طبیعتاً این فرایند داره بست پیدا میکنه، اما محل تلاقی این برخوردها با غرب در بحث تایوان هست. بله. فرایندی هم که در میدان تیانانمن صورت گرفت، اون 3-4 هزار نفری که کشته شدن و اینکه سرکوب کرد واقعا چین اون حرکت اصلاحی از درون رو و خودش اصلاحات رو آرام آرام آغاز کرد، امروز ما به مرحله‌ای در چین رسیدیم که محل جدی منازعش منازعه بر سر تایوان هست. همواره هم آمریکا در این مرحله از تایوان حمایت کرده و اگر مشکلی پیش بیاد، حضور آمریکا در آسیای میانه در همسایگی چین در شمال غربی چین واقعا برای چین مسئله ساز خواهد بود. میدونید که چین بلاواسطه با کشور افغانستان هم مرزه، یعنی اون دماغه باریکی که در شمال به اصطلاح شرقی افغانستان هست مستقیما متصل به کشور چین هست. چه بسا ما این به این شکل ارزیابی کنیم که چینی ها دنبال این بودن که این فرایند رویکرد بنیادگرایی مشخصا انحرافی و متحجرانه طالبان سرازیر نشه وارد خاک چین بشه و منطقه سینکیانگ رو، منطقه مسلمان نشین رو هم دچار مشکل کنه. خب ما همین مشکل رو از طرف طالبان در چچن برای روس‌ها داشتیم، یعنی در واقع
بسیاری از این حرکت‌هایی که در چچن، اینگوش، تاتارستان و داغستان دیدیم حرکت‌های بسیار منطقی و مناسبی بود، اما از زمانی که پای طالبان و پول عربستان و پول امارات عربی متحده آمد و پتانسیل ایدئولوژیک اسلام متحجرانی طالبان هم وارد چچن شد، حرکت کاملا تغییر کرد. در یک شکلیش هم حرکت‌های تروریستی بود که در خاک خود در خود مسکو صورت گرفت توسط بعضی از این موارد. لذا چین هم نگران چنین رویکردی از سوی طالبان هست. چه بسا در این مرحله چینی‌ها سکوت کردن که این مسئله سرکوب بشه، اما خب این هوشیاری چینی‌ها بالاتر از این هست که منتظر بمانند و اجازه بدن به اصطلاح کشوری مثل آمریکا بیاد و در مرزهای شمال شرقیشون مستقر بشه. آمریکا رو قبلا در ویتنام در زیر گوششون تحمل کردن، در کره جنوبی تحمل کردن، در تایوان تحمل کردن، کاملا از زلع به اصطلاح شرقی و جنوب شرقیشون در دریای سرخ و دریای چین از طرف آمریکایی‌ها و حضوری که آمریکا قبلا توی پایگاه‌های کلارکس در فیلیپین داشتن، اینها محاصره بودن. امروز خب آمریکایی‌ها در اوکیناوا هم هستن همچنان. اما اینکه یک بار زاویه تغییر کنه بیاد در بخش به اصطلاح میانی آسیای در بخش آسیای میانه اینها آمریکا رو در کنار خودشون ببینن، ما باید منتظر حرکت‌ها و عکس العمل‌های جدی چین باشیم. تا این لحظه که سکوت داشتن، محکومیت معمولی داشتن و از درون چین هم اعتراض جدی به این مسئله ندیدیم، که طبیعتاً این خیلی حائز اهمیت خواهد بود حرکت‌های آینده چین در این زمینه. بله آقای دکتر، با توجه اینکه وقت رو به اتمام هست، من خواهش کنم که به آنچه که ما فکر می‌کنیم که در این قالب پیش خواهد آمد یا پیشنهاد می‌کنیم یا فکر می‌کنیم که این روند طی خواهد شد چه هست و ما چگونه عمل خواهد کرد؟ خواهش می‌کنم. به طور مشخص خوبه که به دکترین‌های غرب در این زمینه توجه کنیم. دکترین مشخص غرب این بود که زمان نیکسون این بود که بگذار آسیایی با آسیایی بجنگد. در اواخر دهه 60 میلادی در اثر صدماتی که در ویتنام خوردن از حضور مستقیم و رو در رو با غربی ها با ویتنامی ها، این دکترین رو نیکسون ارائه کرد، بگذار آسیایی با آسیایی بجنگد. بله. و مبتنی بر این زمانی غربی ها رو کشیدن از صحنه منازعات بیرون. ما امروز می‌بینیم که این دکترین تغییر کرده، یعنی مجدداً خود غربی‌ها آمدند که با آسیایی‌ها بجنگند. این خیلی نکته حائز اهمیتیه. یعنی جمهوری‌خواهی مثل نیکسون یک چنین دکترینی رو ارائه می‌کنه، بیش از 20 سال میشه مبنای رفتار اینها، و مجدداً وقتی که گرد و غبار شکست ویتنام فروکش می‌کنه و یاد اون کشته‌ها و تلفاتی که دادن، مجدداً خودشون میان توی صحنه که بازیگر اصلی باشن. البته این حرکت رو ما در زمان جنگ عراق و آمریکا هم دیدیم، ولی اونجا یک مقداری همگرایی و ائتلاف جهانی بیشتر بود. این دکترین در سطح استراتژیکی، اما دکترین غرب در سطح تاکتیکی مبتنی بر دکترین لکه جوهر هست. اینها حضورشون حضور کاملا گسترده‌ای نبوده، آرام آرام دارن زمینه به اصطلاح جهانی رو مساعد میکنن، افکار به اصطلاح عمومی رو دارن میسنجن، کشورها رو دارن با این حرکتایی که انجام میدن در روابط بین الملل و امور دیپلماتیک دارن با خودشون همراه میکنن. فعلا دکترین تاکتیکیشون مبتنی بر لکه جوهر هم از موضع سیاسی هم از موضع نظامی است. لکه جوهر نظامی به این معنی که با نیروهای محدود و اندک، با همین 4-5 تا لشکری که آمدن و اخیرا هم قرار شد لشکر سوم سپاه تفنگداران هم بیاد و در این درگیری و منازعه کمک کنه، مصرن بر این که بعضی نقاط استراتژیک و حساس رو در کشور پاکستان، در کشورهای آسیای میانه و در خود خاک افغانستان حضور داشته باشن و اشغال موضع کنن. از طریق این که به صورت لکه جوهر اینها پخش میشن و به هم میپیوندن، همگرایی ایجاد کنن، که این اتفاقا توسط ژنرال مکسول تیلور طرح شد برای ویتنام و اواخر قبل از شکست آمریکا در ویتنام بود. خب جواب مثبت نداد، ولی الان اینجا دارن پیادهش میکنن. از نظر سیاسی هم به همین نسبت، دوباره لکه های جوهری رو دارن در سطح کشورهای مختلف در تیرهای مختلف مطرح میکنن، از طریق اونها بست میدن. این لکه جوهر در سیاستی که در پاکستان اعمال کردن موفق بوده، در سیاستی که در ترکیه اعمال کردن موفق بوده. خب اینها کشورهای از نظر تمدنی در درون تمدن اسلامی محسوب میشن و خب در کشور قرقیزستان، در کشور قزاقستان آرام آرام دارن نتیجه میگیرن. پس دکترین تاکتیکی غرب در سیاسی و نظامی لکه جوهر هست. در سطح استراتژیکی هم اینی که دیگه آسیایی با آسیایی به جنگت رو کنار گذاشتن، کاملا آشکار و علنی توی صحنه آمدن.
اما به نظر میرسه که چه باید کرد و چگونه باید این ستا تمدنی که داره انشقاق تمدنی براشون ایجاد میشه چه باید بکنن؟ ما اتفاقا مبتنی بر خود دکترین آمریکایی ها میتونیم پاسخ رو هم ارائه کنیم. یک دکترینی دارن آمریکایی ها مبتنی بر دکترین جیمز مونروه. جیمز مونروه طرحی رو ارائه کرد که در قاره آمریکا هیچ کس مجاز نیست هیچ کشور فراقاره‌ای، یعنی اروپایی، آسیایی یا آفریقایی یا از قاره اقیانوسیه بیاد و آنجا منافع ایالات متحده رو تهدید کنه. کل این قاره رو یک پارچه دیدن و این دکترین جیمز مونروه همچنان دکترین حاکم هست بر خاک قاره آمریکا. ما از این دکترین باید استفاده کنیم به عنوان یک دکترین تهاجمی در مقابل این، در سطح به اصطلاح دکترین کلان قاره‌ای پیشنهاد کنیم به اصطلاح نماینده تمدن ارتدوکسی روسی یعنی کشور روسیه، نماینده تمدن کنفسیوسی یعنی چین و نماینده تمدن اسلامی یعنی ایران پیشنهاد جدی داشته باشیم که این کشورها قویاً ائتلاف کنن و با این مسئله مقابله کنن که کثیف از ورای یعنی از ما ورای قاره آسیا بیاد و ترتیبات امنیتی درون این قاره رو رقم بزنه. یعنی اگر این رو کشورهای قدرتمند آسیا مثل هند، چین، ایران و روسیه در مد نظر نداشته باشن، ما با وجود خائنین در اون قاره ای مثل پاکستان و مثل کشور ترکیه حتما دچار معضل و مشکل خواهیم شد در طول قرن آینده. لذا پس ما اونجا وقت اونا وقتی میان میگن خودمون میریم پس حالا با آسیایی ها میجنگیم، در متقابلا ما باید یک دکترین ابر دکترین قاره ای داشته باشیم که هر در ترتیبات امنیتی منطقه ایمون و قاره ایمون ورود هر کشور فراقاره ای رو بله. اروپایی یا آمریکایی رو بر نتابیم و در دستور کار بگذاریم و اینها رو از منطقه بیرون کنیم. یک لایه پایین تر این شد برای کل قاره. ما مبتنی بر همون دکترین جیمز مونروه باید هر کدوم از این سه تا کشوری که نماینده سه حوزه تمدنی هستند لزوماً بایستی مثل دکترین جیمز مونروه بیان برای خودشون حاشیه و حریم امنیتی ببینن. یعنی روسیه واقعاً باید کشورهای آسیای میانه رو برای خودش حاشیه و حریم امنیتی بداند و اصلاً رقیب دیگری رو اینجا نپذیرد. همچنان که ایران هم نباید اجازه بده که در پاکستان، یعنی پاکستان، ترکیه و دیگران باید به ایران در عرصه روابط بین الملل جوابگو باشن که با چه مجوزی اجازه میدن آمریکا و اسرائیل و دیگران بیان اونجا حضور داشته باشن. ضمن اینکه خب ما میدانیم که دولت‌های اینها کاملاً دست نشانده هستند. چین هم به همین نسبت. یعنی اگر سه حوزه تمدنی ایران، چین و روسیه بر نتابن حضور به اصطلاح بیگانگان رو در کشورهای پیرامونیشون، طبیعتاً ما مشکلاتمون محدودتر خواهد شد. در لایه سوم در بخش تکمیلی این دکترین به طور مشخص ائتلاف و همگرایی این چهار تا قدرت رو، یعنی قدرت روسی، قدرت به اصطلاح چین، قدرت ایران و قدرت هند، بایستی یک همگرایی به اصطلاح میان تمدنی داشته باشن. این همگرایی میان تمدنی در درون قاره موفقیتی رو ایجاد خواهد کرد که ما انشالله بتونیم از تبعات این حضور که ما تازه ابتدای این حضور رو خواهیم داشت از این تبعات جلوگیری کنیم. آقای دکتر خیلی عذر میخوام. خواهش. همکار عزیزمون جناب آقای فلاح پشت خط هستند. من تصویرشون هم ملاحظه میکنم و با توجه به اینکه آقای فلاح وقت ما تنگ است، البته برای شما وقت تنگ نیست. من صحبتمو خیلی کوتاه میکنم و منتظر شنیدن گزارش زیبای شما هستیم. دست شما درد نکنه و به همکارانتون در اونجا آقای سید حسینی و بقیه هم سلام عرض میکنم، تقاضا میکنم گزارشتون رو آغاز بفرمایید و بعد در وسط گزارش شما صحبتی نخواهم کرد. لطف کنید ادامه بدید. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما آقای جعفرینیا، همکاران محترم در پخش و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. به اطلاعاتون برسونم که در حمله موشکی و هوایی آمریکا و انگلیس امروز شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، جلال آباد، بگرام و قلعه نو در استان بادغیس هدف قرار گرفت و صدای انفجارهای مهیب امروز بیوقفه در کابل شنیده میشد. در کابل از نیمه شب گذشته تا بعد از ظهر امروز حملات ادامه داشت و هر 6 ساعت یک بار به این شهر بمباران شد. خدمتتون عرض کنم که مناطق سروبی، اطراف فرودگاه و تپه تلویزیون در
شهر کابل از حمله دیشب آمریکا تا بعد از ظهر امروز در 6 نوبت بمباران شد و امروز مطلع شدیم که در حمله آمریکا و انگلیس به افغانستان 50 فروند جت تهاجمی نیروی دریایی، 10 فروند هواپیمای سنگین بمب افکن آمریکا 13 منطقه رو در افغانستان بمباران کردند. در کابل امروز دفتر سازمان ملل متحد مورد اصابت موشک قرار گرفت و یکی از کارمندان بومی این دفتر زخمی شد. در مزار شریف هم امروز با خبر شدیم که دفتر سازمان ملل متحد مورد حمله یک عده افراد ناشناس قرار گرفت که تعدادی از کارمندان این دفتر در شهر مزار شریف هم زخمی شدند. خدمتتون عرض کنم که در حملات موشکی آمریکا و انگلیس به افغانستان موشک ها از ناوها و پایگاه های نظامی در منطقه و اطراف افغانستان به در واقع شهرها و مناطق مسکونی افغانستان شلیک میشه که بسیاری از مناطق مسکونی افغانستان به رغم ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر هدف قرار دادن مراکز نظامی تا به حال مورد اصابت قرار گرفتن و تلفات بسیار زیادی داشتیم. همچنین در قلعه نو در مرکز استان بادغیس امروز بیش از 50 نفر کشته و زخمی داشتیم که از این تعداد 12 نفر کشته و بیش از 35 نفر زخمی بودند. در شهر مزار شریف امروز 5 کشته و 10 زخمی داشتیم. از کابل، قندهار، جلال آباد و بگرام به علت اینکه حملات آمریکا و انگلیس بی وقفه ادامه داشته، امکان آمارگیری و اینکه آمار دقیقی از میزان تلفات داشته باشیم نبوده و این مجموعه اطلاعاتی که از حمله امروز آمریکا و انگلیس به شهرهای افغانستان میتونستم تو این وقت کم عرض کنم و این رو هم خدمتتون عرض کنم که شما لطف دارید به بنده از اینکه فرمودید گزارشم زیباست، ولی من تحت هیچ شرایطی تایید نمی‌کنم از اینکه گزارش از افغانستان زیباست، به خاطر اینکه افغانستان چیزی جز آوارگی، بدبختی، فقر نداره و بیش از 2 دهه جنگ خانمانسوز مردم رو آواره کرده، بی خانمان کرده، زنان رو بی سرپرست کرده، حتی کودکان رو معلول کرده و بی پدر کرده. شما که خودت استاد بنده هستی آقای جعفرینیا، در افغانستان مدت ها بودید و خاک افغانستان زیاد خوردید. از افغانستان هیچ وقت خبر خوبی متاسفانه ما تا به حال نتونستیم که الان امروز بیشترین خبرها از حمله آمریکا به افغانستان به مردم مظلوم افغانستان هست که ما هر روز خبری جز کشته شدن و زخمی شدن مردم بیدفاع شهرهای افغانستان نداریم. و اما اینکه شما اگر وقت داشته باشید، سوالی داشته باشید، بنده در خدمت شما هستم، صدای شما رو بنده دریافت می‌کنم. بله آقای فلا، من ابتدا خواهش بکنم که از تحرکات نیروهای ائتلاف شمال، ما خبری داشتیم که آقای ندیم اشاره کرده بودند که به احتمال قوی ما طی روزهای آتی وارد مزار شریف خواهیم شد و در فاصله 5 کیلومتری هستیم و همچنین خبرهایی داشتیم در ارتباط با تحرکات نظامی بخشی از نیروهای شمال در منطقه بادغیس و نزدیک به فارسی و سرچمن. در این موردها چه اطلاعاتی دارید که تقدیم کنید؟ بله، خدمتتون عرض کنم که در استان بادغیس نیروهای جبهه متحد اسلامی به فرماندهی اسماعیل خان تحرکاتی داشتند و به مواضع طالبان حمله کردند که خوشبختانه پیشروی‌هایی داشتند در همین زمینه. و خدمتتون عرض کنم که در شهر مزار شریف که اشاره کردید، ما هم امروز با خبر شدیم که جبهه متحد اسلامی فرمانداری مارمول که اگر اشتباه نکنم حتما شما بیشتر آشنا هستید، در نزدیکی شهر مزار شریف رو از اشغال طالبان آزاد کردند و ادعا داشتن که میدان هوایی، یعنی فرودگاه شهر مزار شریف رو در کنترل خودشون دارن. اگر این ادعا درست باشه، مطمئنا شهر مزار شریف در روزهای آینده سقوط خواهد کرد و ژنرال دوستوم هم در یک دو سه روز گذشته مدعی شده بود که در روزهای آینده این شهر رو آزاد خواهد کرد. این ادعای جبهه متحد بوده ولی هنوز منابع مختلف اینو تایید نکردن
و بنده هم امروز این خبر رو شنیدم مثل شما و خودمون هم این خبر رو ارسال کردیم و منتظر هستیم که اطلاعات بیشتر و جزئیات بیشتر این خبر که اگر صحت داشته باشه و یا اینکه به شهر مزار شریف وارد شده باشن، ما در بخش‌های بعدی یا اینکه فردا شب و شب‌های آینده در خدمت شما و بینندگان عزیز باشیم. آقای فلاح، این نقطه نظر نیروهای ائتلاف شمال بود. از ارزیابیتون از وضعیت نیروهای خود طالبان در مناطقی مثل داخل مزار شریف، بعد حوزه شمال تا قندوز و احتمالاً همین قلعه نوچه هست، خبری از اونجا هم دارید در ارتباط با آرایش نیرویشون، حفظ نیروهاشون یا ریزش نیروهاشون؟ خدمت شما عرض کنم که در استان بادغیس و استان سرپل و استان غور اگر اشتباه نکنم، که الان باز اگر اشتباه کردم شما حتما تصحیح بفرمایید، استان سوم رو عرض میکنم. خدمتتون عرض کنم که ما هر روز خبر پیوستن نیروهای طالبان رو به جبهه متحد داریم. که در واقع این خودش از همپاشیدگی درون طالبان و بدنه نیروهای طالبان هست. یک در واقع تحرک دیگه ای رو که طالبان امروز داشت در مرز ازبکستان بوده، در نوار مرزی افغانستان با ازبکستان بوده، که اونجا 1000 نیروی خودش رو منتقل کرده به اون منطقه و مواضع دفاعی خودش رو در نوار مرزی افغانستان با ازبکستان تقویت کرده و تدابیر امنیتی خودش رو در این منطقه تشدید کرده. و اما استانهایی مثل استان بادغیس، استان تخار، استان سرپل، استان بلخ، سمنگان چون محور عملیات و تحرکات جبهه متحد اسلامی هست، این روزها طالبان اونجا در واقع به نوعی آرایش نظامی خودش رو به هم میزنه تا بتونه مواضع خودش رو حفظ بکنه. و اما این که آیا اونجا نیرو داره، دقیقاً چقدر هست و چگونه رفتار میکنه، خب جزئیاتش مشخص نیست، ولی همین که جبهه متحد هر روز و هر شب بخشی از مناطق تحت کنترل طالبان رو آزاد میکنه، این نشون دهنده این هستش که مواضع طالبان در استانهای شمالی ضعیفتر هست، به خاطر اینکه نیروهای خودش رو بیشتر به جنوب افغانستان و شنیده شده که در جبهه شمال کابل مستقر کرده، به ویژه نیروهای خارجی و عربی که طالبان رو همراهی میکنن. خب آقای فلاح، سوال بعدی که من داشتم از حضورتون این که اون ترکیب اون 1000 تا نیرویی که شما فرمودید در مرز ازبکستان مستقر کردن، آیا نیروهای محلی هن؟ مثلا خود طالبا در بلخ باستانی نیروی منطقه‌ای و حوزه‌ای زیاد دارن، یا نیروهایی است که برای نگه داشتن اون منطقه از حالا مؤتلفین پاکستانیشون، عربشون یا بچه‌های پشتون از جنوب بردن؟ ترکیب این نیروها هیچ اعلام شده؟ عذر میخوام، دقیقاً ترکیب نیروها مشخص نشده، ولی من در روزهای گذشته متوجه شدم که از در واقع نیروهای ازبک و حتی تاجیک در صفحات شمال، استانهای شمال افغانستان استفاده کرده. حالا به چه نوعی هست مشخص نیست، چون به خاطر اینکه طالبان همزمان با حمله آمریکا به افغانستان خیلی تحت فشار بوده برای اینکه بتونه مقابله کنه با آمریکا، تعداد زیادی از در واقع جوانها رو به زور دستگیر کرده و راهی در واقع جبهه ها کرده. خدمتتون عرض کنم که نیروهای خارجی در واقع در کنار طالبان که طالبان رو یاری میکنن، بیشتر در نوار مرزی جنوب، در منطقه چمن، در قندهار و در جبهه شمال کابل مستقر هستند و به نظر میاد که طالبان بیشتر به فکر این هستش که نیروهای آمریکایی از جنوب این که به تعرض نکنن به افغانستان و کابل تحت هیچ شرایطی از دستشون نره. و این که ترکیب در واقع نیروهای طالبان توی این 1000 تا چطور بوده و چه هست دقیقا مشخص نیست، ولی طبیعی هست طالبان خب نیروهای پشتون داره، نیروهای خارجی داره و برخی از نیروهایی هم که نیروهای مردمی هستن رو به عنوان سربازگیری به زور راهی جبهه ها میکنه. خب خیلی ممنون هستم آقای فلاح و از بقیه همکارانمون هم اونجا تشکر میکنم و از اینکه گفتم گزارشات زیباتون، به این دلیل که ما خبرنگارانمون حضورشون در این صحنه ها اینجا زیباست و خوب هست و حضور فعال هست و ما میتونیم با حضور شماها جلوی شیطنت رسانه‌های غربی رو بگیریم و این زیبایی حضور هست نه زیبایی گزارش و مضمون گزارش. خیلی ممنون هستم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. از حضورتون هم خداحافظی می‌کنم.
بله بله، منم البته خدمتتون عرض کنم که نمیخواستم اسای ادب بشه، باز هم شما لطف دارید ببنده و شاگرد شما هستم. سلامت. از شما خداحافظی میکنم. خداحافظ شما باشه. خب آقای دکتر، ما و شما هم خب از اتالی هم به عنوان کارشناس موقعی خواهش. که در گزارشات نکات ریزتری میاد، هم ما استفاده میکنیم هم بینندگان عزیز. به ما اشاره میکنن که 2 دقیقه وقت داریم. من نمیخوام بینندگان عزیزمون با اطاله صحبت‌های من از صحبت‌های شما محروم بشن. لطف کنید به هر شکل که میسر میدانید مطلب رو جمع بفرمایید. خواهش میکنم. من فقط در این مدت محدود خواستم یک تذکری به خودمون، بله، به امت اسلام و به همچنین به جهانیان ما باید بدیم که از تحرکات صهیونیسم در پس این اقدامات غفلت، بله، نکنیم. اینها عمدتاً عملیات تروریستی رو خودشون دامن میزنن و منشأ تروریسم خودشون هستن و ما حرکت اون خانم صهیونیست و یهودی رو در هند دیدیم، بله، که در حال حمل مهمات به داخل هواپیما بود. صحیح. ما حرکت یک جوان مرد صهیونیست یهودی رو در خاک مکزیک دیدیم که تصمیم داشت به پارلمان این کشور حمله کنه، بله، و دستگیر شد. ما چنین حرکت هایی و آنچه که در خاک خود فلسطین داره صورت میگیره، در 3 روز گذشته 2-3 تن از رهبران عملیات جهادی رو در خاک فلسطین اینها شهید کردن توسط جوخهای ترورشون و یک ترور علنی و آشکاری رو در درون مرزهای فلسطین و یک به اصطلاح شبه ترورهایی برای اقدامات ایذایی رو در سایر مناطق دنیا دارن تعریزی میکنن که چه بسا آنچه که تحت عنوان شیوع سیاه زخم در خاک آمریکا توسط همین کولین پاول و وزیر بهداشتشون مطرح شد که منتسب کردن به القاعده، چه بسا خود این شیوع به اصطلاح میکروب سیاه زخم هم توسط خود همین اسرائیلی ها و صهیونیست ها اونجا صورت گرفته باشه برای ترویج ارعاب و وحشت در دنیا و گرم نگه داشتن تنور این منازعه. ما نباید از تحرکات صهیونیست ها غفلت کنیم و ببخشید که من مصدع شدم، از شما و بینندگان عزیز عذر میخوام. محبت کردین آقای دکتر. خب بینندگان عزیز، طی 2 شبه گذشته در ارتباط با بازی استراتژی ها و تعامل استراتژی ها در منطقه و در پی اون تاکتیک هایی که اختیار شده و با اون تاکتیک ها در جهت گرفتن سرپل ها که استراتژی ها معرفی کردن اقدام شده پرداختیم و قدری این مبحث رو باز کردیم. خدمتتون شما عرض کنم که از چند تا خبری هم که برای شما فراهم کرده بودیم گفتم خدمتتون، همچنین آقای فلاح هم گفتند و مطلب دیگری که من اینجا تأکیدن آماده کرده بودم که خدمتتون عرض بکنم، همین محور تبلیغاتی امروز نیروهای فرامنطقه‌ای حمله کننده باز هم مثل روز گذشته حجم گسترده عملیاتشون بود که خیلی عادی و نوع تبلیغاتشون این بود که به صورت خیلی عادی و کمتر از روزهای گذشته داریم بمباران میکنیم، در حالی که تا یه حداقل 48 ساعت گذشته حجم عملیات، گستردگی عملیات بسیار زیاد بوده، نوع نیروهایی که به کار گرفته شده هم گزارش می‌رسه که متنوع‌تر بوده، همچنین خط بعدی رو امروز هم داشتن پیگیری می‌کردن. همین مطلب سیاه زخم بود که آقای دکتر تأکیدن اشاره کردن. امروز مقامات رسمی، مقامات درجه اول صحبت کردن در ارتباط با این موضوع. وزیر بهداشت صحبت کرده، آقای پاول صحبت کرده، بعد مشاور امنیت ملی کاخ سفید صحبت کرده و این هم جزء محورهایی بودش که نیروهای عمل کننده و حمله کننده در روز جاری پیگیری می‌کردند. وقت شما رو بیشتر نمی‌گیریم، امیدواریم که بخشی از نقاط تاریکی که در ارتباط با تحرکات اخیر در منطقه ممکن است در ذهن شما باشه پاسخگو بوده باشیم. ضمن تشکر از شما که تا این ساعت با ما بودید، با جناب آقای دکتر عباسی به همراهیشون، همکاران محترممون و خبرنگاران صدا و سیما در دفاتر مختلف سازمان که ما رو همراهی میکنن، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. ماه ستاره من، راه دوباره من، در همه جا نمیشه بی تو گذاره من، گنج تو را بودن از بر عشرت خود، قلب تو را شکسته هر که بنو
محبت تو سرزمین من، خسته خسته از جفای سرزمین من، بی سرود و بی صدای سرزمین من، دردمند بی دوای سرزمین من، سرزمین من مثل چشم انتظار. بنابراین این پر